اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار افتخار داریم که امروز هم در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم از طریق برنامه عارفانه و موضوعی که انشاءالله تقدیم شما خواهیم کرد در رابطه با ارکان کفر هست. ما در دو سه جلسه گذشته در خدمت سرور ارجمند استاد محترم حوزه و فاضل گرانقدر جناب استاد رضوانی بودیم و دانستیم که به هر حال بنابر فرمایشات معصومین علیهم السلام کفر دارای ارکانی است که هرچه بیشتر این ارکان را بشناسیم قطعا انشاءالله از این کفر ما میتونیم بیشتر فاصله بگیریم. کفری که امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف آن را به بزرگترین درد تشبیه کردن و تعبیر داشتن. در روایتی که در نهج البلاغه خطبه 176 آمده حضرت فرمودند در گرفتاری های خود از قرآن کمک بگیرید، زیرا در قرآن شفای بزرگترین دردها یعنی کفر و نفاق و انحراف و گمراهی است. در خدمت استاد ارجمند جناب آقای رضوانی گرامی هستیم و انشاءالله در این برنامه از محضرشان استفاده خواهیم برد. خدمت شما جناب سلام داریم، خیلی خوش آمدید. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان سلام عرض میکنم. امیدوارم که از این برنامه استفاده شایان ببریم انشاءالله. خیلی تشکر میکنیم آقای رضوانی از حضور ارزشمند شما. ما در برنامه گذشته در خدمت جناب عالی بودیم و صحبت های بسیار مهمی رو فرمودید در رابطه با ارکان کفر که انشاءالله ادامهش میخواییم در این برنامه در خدمتون باشیم. بله، در جلسات گذشته بیان شد که کفر چهار پایه دارن. یکیش تعمق بود و دومیش هم تنازع بود که دو پایه به طور مبسوط مفصل بحث شد و این روز انشاءالله توفیق بیابیم که پایه سوم کفر را تشریح کنیم که زیغ است و چهارمش هم شقاق. و از این پایه ها سعی کنیم اجتناب کنیم که خدای نخواست یک زمان منجر به کفر نشود. زیغ به معنای انحراف است. انحراف منظور از زیغ، زیغ قلب، زیغ انحراف قلبی. قلب، اولا قلب چی هست؟ منظور قلب یکی قلبی از لحاظ طبی و پزشکی یا قلبی فیزیکی و بدنی که یک جزی از بدن انسان، یک پارچه گوشت صنوبری شکلی که در طرف چپ انسان قرار داره و یک جزء بسیار مهم انسان که سلامتی اون قلبم بسیار مفید و مؤثر در سایر اعضای بدن. اگر بیمار باشم، مریض باشم، خیلی ناراحت کننده و یک عضو بسیار مهم انسانه. مهمتر از او قلب است که فعلا ما درباره او بحث میکنیم و در لسان دین آمده، در قرآن کریم، در روایات از او آمده و اون قلب بسیار مهمتر از قلبی گوشتی که جز انسانه هست. در قرآن کریم 29 قلب رو ذکر کرده. قلب اعما، کور، قلب قاسی، سخت، قصد قلوبهم و قلب مختوم، قلبی که مهر زده شده به او، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. قلب تقی که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. و همینطور قلب ها زیاد ذکر شده و در همه اینا را که ما بخواییم یک دستبندی کلی داشته باشیم به دو نوع، قلب مریض و قلب سالم. قلب مریض هم هست که فی قلوبهم مرضون. و در مجموع اگر دستبندی کنیم به دو نوع قلب، قلب سالم و قلب مریض، که این قلبی که ما میخواییم اینجا بحث بکنیم همون قلبی است که منظورش هم جان آدمی است، روح آدمیه و اصلا خود آدم. او قلبی که جایی دیگه از لحاظ طبی و فیزیکی ما میگیم جز آدمه، ولی این قلب خود آدمه، جان آدمه، همون شخصیت واقعی آدمه، همون نفس و روح آدمه. این همون قلبی است که اصلا تمام حقیقت انسان را تشکیل میدن و این قلب در اقسامی دارن در قرآن و به طور کلی همین قلب سالم و قلب مریض.
قلب معیوب داریم، قلب سالم داریم. البته این زیغی که اینجا ما بحث میکنیم مقدمه بیماری قلبه. اگر ما ایر مواظب نباشیم به انحرافش ادامه بدن، سرانجامش به مریضی و بیماری قلب منجر میشه که، و اگر قلب انسان مریض و بیمار بود، اون قلبی که منظور جان آدمه، سرانجامش بسیار عواقب و پیامدهای منفی داره که امام علی علیه السلام هم فرموده که سه نوع بلای یک بلا را فقر و تنگدستی گفته، شدیدتر از او مریضی قلب گفته، قلب بدنی البته، و شدیدتر از او، بلای شدیدتر از او، همین بیماری قلبی که منظورمون جان انسان باشه، روح انسان باشه، که انسان شخصیتش مریض باشه، بیمار باشه. این قلب دو قسمه، معیوب داریم و سالم داریم، مریض، قلب مریض داریم و قلب سالم داریم. شما ببینین انسان در خود قرآن کریم می فرماید که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در جهان آخرت نه مال به درد انسان میخوره، نه فرزندان به درد انسان میخوره، هیچ کدامش، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که با قلب سلیم وارد جهان آخرت شود. ما اصلا دو نوع تولد داریم، یک تولد از عالم جنین به عالم دنیا داریم، یک تولد دیگه تولد از دنیا و آخرت. که حالا ما اسمش رو مرگ میگذاریم، در واقع خودش یک تولده. خدا کنه که همونطوری که آدم آرزو میکنه که در دنیا سالم متولد شود، خدا کنه که ما در آخرت هم سالم متولد شویم. یک آدمی که یا یک والدینی که شناخت داره، آشنایی داره که مراقبت و مواظبت در عالم جنین و عالم رحم برای یک طفل که در عالم جنینه، از لحاظ تغذیه، از لحاظ مراقبت‌های مختلف طبی چقدر نقش و چقدر تأثیر داره در تولد سالم این نوزاد، باز این والدین چقدر مواظبت میکنه، چقدر مراقبت میکنه، چون نگرانه که مبادا کوچکترین کوتاهی در عالم جنین باعث شود به انواع بیماری ها، انواع عیب ها، که مبادا این طفل از لحاظ جسمی معیوب باشه، باید بینا باشه، باید شنوا باشه، باید تمام اعضا و اندامش درست و سالم باشه، و از لحاظ روحی مریض و بیمار متولد نشود، و حتی از لحاظ معنوی مبادا یک طفل به دنیا بیاید که فردا روز قابل هدایت نباشه. درست. پس بنابراین هم سلامتی جسمی او را، هم سلامتی روحی او را، هم سلامتی معنوی او را کاملا مد نظر داره، و در عالم جنین کاملا مراقب اویه که از لحاظ تغذیه و از لحاظ استراحت کافی، از لحاظ ورزش و مراقبت های مختلف میکنه تا این طفل سالم به دنیا بیاد. که اگر طفلی که متولد میشه، اولین دغدغه و نگرانی استراب والدین همینه که نگاه میکنه که سالم باشه، مبادا نابینا باشه، مبادا ناشنوا باشه، مبادا قلبش ضعیف باشه، مبادا جگرش یا ششش ضعیف باشه. تمام جهت‌ها رو ملاحظه میکنه که یک طفل سالم باشه. حالا تعجب در اینه، این والدین، این انسان‌ها اینقدر مراقبت داره که این طفل از عالم جنین به عالم دنیا یک طفل سالم به دنیا بیاد، که اگر سالم به دنیا نیاد، یک عمر هم این طفل اذیت و آزار میکشه و هم اطرافیانش اذیت میشه. بله. که اگر ناسالم باشه، مثلا چشم نداشته باشه، از خیلی لذت‌های این دنیا محرومه. بله. از این همه دیدنی‌هایی که دیگران میبینه، این نمیبینه. از گوش نداشته باشه، ناشنوا باشه، از خیلی شنیدنی‌هایی که دیگه
آدم ها لذت میبره، این محرومه. و همینطور اگر فلج باشه، اگر چه نقص در عضو داشته باشه، چه یک عضو اضافی در او باشه، و چه سالم باشه اما سالم ضعیف باشه، قلبش خوب کار نکنه، ضعیف کار کنه، و دیگه اعضا و جوارحش ضعیف کار کنه، سالم اما سالم ضعیف، سالم قوی نیست. بله. این طفل یک عمر در اذیت و آزار از این همه نعمت ها، از این همه لذت هایی که دیگران بهره میبره، لذت میبره، استفاده میکنه، محرومه، اطرافیانش هم در اذیت. لذا والدین این مواظبه که سالم به دنیا بیه. و تمام دغدغش همینه. اما ما میرف میگیم که تعجبه این طفل اگر معیوب متولد میشه، اذیت و آزار میبینه یک عمر، حالا یک عمر چند ساله؟ شما 70-80 سال، نهایتش بگین 100 سال. ولی وای از آن روزی که آدم از این دنیا متولد شود، در جهان آخرت قدم بگذاره، که بی نهایت زمان که اصلا انتها نداره، به صورت خالد جاودان که خدای نخواسته از اون نعمتهای جهان آخرت محروم و بی نصیب شود، از لذتهایش بی بهره باشه و یک و برای همیشه در رنج و عذاب باشه. عالم جنین کارخانه اندام سازیه برای جهان دنیوی. بله. این چشم و گوش و دست و پا و اعضا و جوارح، تمام از اونها در عالم رحم شکل میگیره. اصلا او یک کارخانه تولید میکنه، نه برای او خود عالم رحم. یک آدم باید فکر کنه که این چیزهایی که اونجا ساخته میشه که برای اونجا به درد نمیخوره. معلومه که برای یک جهان دیگه ایه. در یک عالم دنیا به درد میخوره. و یه عالم دنیایی که فعلا ما زندگی میکنیم، خودش هم کارخانه اندامسازیه، نه برای از دنیا، برای جهان دیگه، به جهان آخرت باشه. کارخانه قلب سازیه که قلب بسازیم، جان رو بسازیم، دل رو بسازیم، شخصیت و حقیقت خود بسازیم، به عنوان یک انسان باشیم، نه به عنوان حیوان. که فرمایش امام علی علیه السلام میگه که خیلی از آدم هاست که صورته صورت الانسان و قلبه قلب الحیوان. صورت ظاهری آدم صورت انسانه، ولی قلبش قلب حیوانه. و تفاوت عالم جنین با عالم دنیا اینه که انسان اگر اونجا در کارخانه رحم اگر اندام سازی به شکل درستش صورت نگرفت و ناقص آدم به دنیا آمد، خب 100 سال اینجا، یک عمر اینجا اذیت و آزار میشه. ولی اگر در این جهان ما نتوانیم اعضا سازی و اندام سازی، که مخصوصا منظور ما قلب سازیه، انسان سازیه، نتوانیم این را درست انجام بدیم، بی نهایت زمان در رنج و عذابیم و برای همیشه در رنج عذاب میشه. سلامت باشین، از ما خیلی بهرمند شدیم. زنده باشین. بینندگان ارجمند، خواهش من دستم همراهی بفرمایید. پس اسمیان برنامه ای که آماده نشست، انشاءالله باز هم در خدمتان هستیم تا ببینیم که زیغ به چه معنا هست و چرا از ارکان کفر شمرده شده. از همراهیتون تشکر میکنم بینندگان عزیز. با ادامه برنامه عارفانه در خدمتتون هستیم و موضوع صحبت ما ارکان کفر هست. بنابر فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، یکی از ارکان کفر زیغ هست. در دعاهای قرآنی معمولا پروردگار متعال به ما آموزش داده که چه چیزهایی را از او بطلبیم. از جمله این دعای شریف قرآنی مشهور است که پروردگار متعال در قرآن مجید میفرماید: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا. این دعای شریف در واقع نشان بده که باید نگران این باشیم که مبادا قلب ما دچار زیغ بشه. و زیغ بعد از هدایت معمولا میآید. انسان وقتی که قلبش اول هدایت میشه به نور اسلام و ایمان به پروردگار متعال، اما باید بدانیم که آسیبی بزرگ در کمینش هست که عبارت باشه از زیغ. اما حقیقت این که این زیغ چی هست دیگه، انشاءالله از فرمایشات ارزشمند جناب استاد رضوانی استفاده خواهیم برد. بفرمایید. بله،
فرمای شما علی علیه السلام که زیق را از جمله ارکان کفر به حساب آوردن، بعد در ادامه میفرمایید که و من زاغه، کسی که زیق داشته باشه به اون انحراف قلبی خود ادامه بده، علامتش اینه که ساعت عنده الحسنه، چیزهای خوب به نظرش بد میاد، و حسنت عنده السیئه، چیزهای خوب به نظرش بد میاد و چیزهای بد به نظرش خوب میاد. پس همون فرمایش قرآن کریم که عصان توهی بوشهیان و هو شر رو لکن، عصان تک رو بوشهیان و هو خیر رو لکن. خیلی چیزها را یادم، چون قلبش منحرفه، قلبش انحراف داره، قلبش کجبینه، قلبش درست نمیبینه، تشخیص ناسهی دارن، چیزهای خوب رو بد میبینن، نماز، روزه، خدا و چیزهای بد را، له و لعب و مزخرفات و خیلی چیزهای زشت و ناپسند، اینا به نظرش خوب جلوه میکنه. جا. اصلا راه خدا برایش بده، راه شیطان و راه خوب میدونه. این از علامات انحراف قلبه. و کسی که به انحراف قلبش ادامه بدن، سرانجامش به بیماری قلب مبتلا میشه. قلبش بیمار میشه. قلبش که بیمار شد، آخری سرانجام از کفر در میاد و کافر میشه. من عرضم این بود که دنیا، همین دنیایی که ما هستیم، از این دنیا باید استفاده کنیم، این کارخانه قلبسازی دیگه. اونجا عالم جنین کارخانه اعضا و جوارح و از جمله قلب بود، ولی این دنیا، از دنیا مزرعه الاخره، از دنیا مزمارون ورزشگاه تمرینگاه. اینجا باید خود بسازیم، جان خود را بسازیم و خود را به مرحله انسانیت برسانیم. و دنیا جای قلب سازیه. شما ببینین رابطه عالم جنین با دنیا، رابطه عالم دنیا با عالم آخرت. ما از نگاه عادی تصور میکنیم زندگی و حیات را از این طرف میبینیم و تصور میکنیم که اول یک انسان در عالم رحم، در جنین، در شکم مادر اونجا وجود پیدا میکنه، بعد پا میگذاره به این دنیا، متولد میشه، بعدش جهان آخرت که متاسفانه خیلی ها به جهان آخرت اعتقاد و عقیده هم نداره، فکر میکنه که دیگه مثل نباتات و گیاهانی طبیعی دیگه انسان ها از بین میره. و بعضی هایی هم که ایمان به جهان آخرت داره و ایمان راسخ و حقیقی رو ندارن، و ایلا اگر آدم ایمان و اعتقاد راسخ به جهان آخرت داشته باشه دیگه چرا گناه کنه؟ خب به هر حال بعدش حالا بگه جهان آخرت، در حالی که حقیقت امر اینه که حیات و زندگی از او طرفه، این جهان آخرته که این جهان دنیایه. بله. امام پیغمبر معظم اسلام میفرماید که از دنیا فی الاخره، دنیا در آخرته، و الاخرتو محیطتون به دنیا، آخرت این دنیا رو احاطه کرده. پس این دنیایی که ما هستیم فعلا در بطن آخرت قرار داریم، در شکم آخرتیم، آخرت ما رو احاطه کرده. بله. و جنین و یک مادر، رحم، اینا باز در بطن دنیا قرار دارن و دنیا احاطه کرده. این دنیایی که مادره و این مادره که باز عالم رحمه. بله. که در اونجا جنین و نوزاد شکل میگیره. پس بنابراین ما همیشه اینو فکر بکنیم که عالم جنین مقدمه میشه برای دنیا و دنیا مقدمه میشه برای آخرت، و ما همه ما در بطن و در شکم عالم آخرتیم، و وظیفه ما اینه که ما همونطوری که جنین کارخانه اندام سازی برای دنیای، این دنیا هم یک کارخانه ای که ما اینجا قلب خود بسازیم، سعی کنیم که قلب سالم، و این خدای نخواسته که یک روزی در جهان آخرت معیوب بیمار متولد نشویم، که اگر اونجا مریض متولد شدیم دیگه برای همیشه از لذت‌های جهان آخرت محرومیم و رنج و عذاب جهان آخرت را میکشیم اونجا. پس اینم از این مطلب بود که امام علی علیه السلام میفرماید که کسانی که قلبش منحرف باشه خوب را بد میبینه و بد را خوب میبینه. حالا یک سخن مهم اینجایه که این قلب چرا مریض میشه؟
بله. چرا منحرف میشه؟ در حالی که اصل قلب و اصل جان آدمی سالم و صحیحه و این جان آدمی یا قلب آدمی اما قلبیه که قلبو بنابرای تعبیر روایت حرم که حرم الله حرم خداونده، دل خانه خدایه، دل مؤمن، و قلب حرم خدایه که میفرماید فلا تسکن فیه غیر الله، در این حرم خدا غیر خدا را جا ندی. یا آیه قرآن که فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه انسان ها متولد با فطرت خداییه. یا همون نفخه الهی که و نفخت فیه من روحی، تمام آیات قرآن روایات همهش نشان میده که قلب انسان حرم خدایه، خانه خدایه، فطرت خدایی دارن، سالمه، صحیحه و درسته در اصل بالاصاله و بالذات. اما بالعوارض و بالعرض این قلب ها مریض و بیمار میشه. چرا میشه؟ چرا میشه اینه که ورودی های قلب مواظبت نمیشه. قلب ورودی هایی دارن، ورودی های قلب همین حواس پنجگانه، از طریق حواس پنجگانه در این خانه مصفا، در این خانه پاک و پاکیزه، در این حرم خدا، در این خانه خدا، در این که تمام اسما و صفات الهی به صورت مندمج و فشرده و بالاجمال در اینجا جا گرفته، مندرجه، ولی متاسفانه ورودی های قلب ما مواظبت نمی کنیم، چیزهای آلوده و ناپاک از بیرون در این خانه پاک و پاکیزه میایی را آلوده می کن. بله. از طریق حواس پنجگانه ذائقه ما را مراعات نمی کنیم، غذاهای لذیذ و خوشمزه اما حرام را بیباکان مصرف میکنیم، در فکر حلال و حرام نیستیم. لقمه حرام بره. لقمه حرام که لقمه حرام چقدر در روایات ما داریم که آدم را خراب میکنه. امام حسین هم در روز عاشورا دردش همی بود، فرمود من میدانم که شما چرا کمر بسته این در راه شقاوت و بدبختی، قد مل اطفی بطونکم حرام، چون شکمای شما از حرام پر شده. بره. و همینطور از طریق دیگه حواس، هر چی بگیم، از لامسه بگیم، ذائقه بگیم، مخصوصا در رأس اینها همین دو تا حواس خطرناکه، چشم و گوش، سمع و بصر، که چقدر در روایات اعلان خطر میکنه. و مخصوصا جناب آقای حسینی گرامی بسیار جای درد امروز در این فضای مجازی. من بارها با دوستان گفتم 70-80% از این فساد و گناهان و بدبختی هایی که دامنگیر جوانان عزیز و مؤمن ما شده امروز از طریق زمین موبایل و اینترنت و فضای مجازیه که متاسفانه همینطور بی‌گداز، همینطور رها، آزاد میبینی دست هر جوانی، میبینی سرگرم و مشغول همینه دیگه شب و روز. چیزهایی را متاسفانه میبینه، چیزهایی را میشنوه در این فضای مجازی، شبهاتی که القا میشه. ما به همه توصیه میکنم که سخت خطرناکه. بله. و مواظب از این وسوسه های انسان های شیطان منیش باشه که انواع گوناگون القای شبهه میکنه و مخصوصا بدخلاقی ها را ترویج میکنه. چقدر بله. فساد و بیبندباری، هوسرانی ها، متاسفانه اینها از طریق حواس پنجگانه ما هر روز، هر شبانه روز متاسفانه بسیار راحت وارد قلب ما میشه، وارد جایگاهی که حرم الله هست، الله سبحانه. پس بنابراین اینها را باید مواظب ورودی های قلب باشیم. به محضی که یک جای غیبت میشنویم این دریچه را ببندیم. بله. به محضی که یک جای سخنهای زشت و لهو و لعب میشنویم، به محضی که یک جای چیز بد میبینیم که از لحاظ شرعی دیدنش حرامه، این دریچه ای چشم ببندیم. چرا یه قلب پاک و پاکیزه رو میتونه ناپاک کنه؟ پس بنابراین راه شمینه در این دنیای پرزرق و برق و در این دنیای پر تزاهم و در این دنیایی که شیطان به اشکال گوناگون تصویل میکنه برای ما، تزیین میکنه شیطانای انس و جن، مواظب باشیم که
اشیای ناپاک وارد قلب آن من نشود. در روایت داریم عجب طول من یتفکر فی معقوله ولا یتفکر فی معقوله. میگم ما تعجب میکنیم از آدم ها در فکر خوردنی هایشون هستن که چیزهای ناپاک نخورن، اما در فکر معقولاتشون نیستن که شب و روز از طریق حواس پنجگانه چقدر چیزهای ناپاک، افکار ناپاک، اخلاق ناپاک وارد قلب و دل زنا میشه. این ورودی های چیز باید مراعات بکنیم. و قلب مامته که ورودی داره خروجی هم داره. ورودیش که عرض کردم باید مواظب باشیم این پنجره ها رو. و محض که چیزهای ناپاک میخواهی وارد شود، از هر دریچه ای، از طریق هر حواسی، فرق نمیکنه حواس پنجگانه، باید فورا دریچه شو ببندیم تا قلب ما پاک بمانه. جناب استاد خواهی میکنم، در واقع همین تقوایی که ما ازش تعبیر میکنیم به تقوا، همین نگهبانی هست که بر دروازه های ورودی قلب باید باشه. یعنی نگهبانی تحت عنوان تقواست. این تقواست که باعث میشه چشم انسان آلودگی ها را اجازه نده وارد روح انسان بشه، یا تقواست که باعث میشه گوش انسان و زبان انسان و این درهای ورودی به تعبیر حضرت عالی تقوا هست که مانع از ورود ناپاکی ها و آلودگی ها میشه تا روح انسان سالم بمانه. کاملا تقوا مثل واکسن. آدم واکسن شده بره در میان جمعیتی از بیماران و مریض ها، چون واکسن شده محفوظه. آدمی که واقعا تقوای واقعی داره، تقوا دارن، در یک کشوری، در یک شهری که همه غرق در فساد باشه، این آدم واکسن شده. ای کاش که همه به مرحله تقوا برسه که خود حفظ کنن. قلب همونطور که دریچه های ورودی داره، دریچه های خروجی هم داره. خروجی قلب کدام هم؟ خروجیش همین اعمال و رفتار ما. ما از کجا تشخیص بدیم که فلان آدم قلب سالم دارن و کدام آدم قلب مریض و بیمار داره، قلب منحرف داره؟ یا به عبارت دیگر باطن آدم ها رو چگونه کشف کنیم کی بیمار و مریضه و کی سالمه، کی صورتش انسانه و کی صورتش حیوانه؟ چون حقیقت و شخصیت آدم که به باطن آدم مربوط میشه، نه به ظاهر آدم. اینه میگه ما میتونیم از اعمال و رفتار آدم ها تشخیص بدیم. او آدمی که امینه، صادق، راست میگه، او آدمی که سرزنده و خوشحاله، او آدمی که مضطرب نیست، افسردگی نداره، او آدمی که اذیت و آزارش به دیگران نمیرسه، محبت داره، دل نرم داره، زبان خوب داره، اینا علامات قلبهای سالمه. اما او آدمی که مریضه، قلبش بیماره، دروغ میگه، خیانت میکنه و یه رقم آدم ها در زندگی اضطراب دارن، افسرده ان، مغموم ان، ناراحت ان. او آدمی که سالمه که در قلبش خدا جا دارن، خدا رو برای خودش پشتوانه احساس میکنه. بله. پس بنابراین خروجی های قلبمون اعمال و رفتار یادمه. این خروجی های دنیویه که ما آثار و علایم آدم سالم و آدم بیمار رو میتونیم تشخیص بدیم. و نهایی ترین خروجی قلب زمان مردنه که ما فعلا میخواییم اسمش تولد بگذارم، تولد دوباره که رخت از جهان بر ببنده و متولد شوه به جهان آخرت، که امروز لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط قلب سلیم به دردش میخوره. اگر قلب مریض و بیمار باشه دیگه برای همیشه در اذیت و آزار دیگه. خدا خیر سمت. و یک صحبت دیگه اینجا ممکنه مطرح باشه، این که حالا به هر دلیلی یا به اثر غفلت یا بی‌توجه هایی که شده انسان دچار بیماری قلب شد، بیماری جان، دچار انحراف شد، قلبش زنگار گرفت، گرد و غبار روش نشست، اینجا چه راه حل دارن؟ حالا انشالله در نوبت بعدی بازر خدمت شما هست. سپاس گزارم آقای رضوانی بزرگوار. بینندگان محترم، خوشمند هستم که با برنامه خودتان همچنان همراه باشید. بعد از
میان برنامه کوتاه دیگر ان شاء الله باز هم برمیگردیم خدمت شما تا در رابطه با زیغ و عواملی که در واقع باعث میشه ما بتونیم این زیغ را درمان بکنیم و از انحراف قلب خود ما را نجات بدیم ان شاء الله در بخش بعدی اشاره خواهد شد. باشید. همچنان با ادامه برنامه عارفانه در خدمتتون هستیم و در بخش قبلی مطالب بسیار ارزشمندی رو فرا گرفتیم. دانستیم که قلب هم دارای ورودی هاست و هم دارای خروجی است. ورودی های قلب در واقع همین اعضای بدن ماست، چشم و گوش و زبان به ویژه، که آنچه را که میبینیم و آنچه را که میشنویم و آنچه را که بر زبان جاری میکنیم در واقع همگی بر قلب انسان تأثیر میگذاره. اگر دیده ها و آنچه که ما با چشم میبینیم از آلودگی ها مبرا باشه و گناه نباشه، قطعا سبب نورانیت قلب میشه و خدای نکرده اگر آنچه را که میبینیم صحنه های حرام و ممنوع باشه، قطعا باعث تیرگی قلب و آلودگی قلب میشه و قلب ما را میبره به سمت اون مریضی هایی که خدای نکرده نهایتش به زیغ میرسه و زیغ هم از ارکان کفر شمرده شده. از طرفی هم قلب دارای خروجی هست و خروجی قلب همین اعمال انسان هست. قل کل یعمل علی شاکلته، هر عملی که انسان انجام میده بر اساس اون شاکله و نیت ها و در واقع پایه هایی هست که در قلب او وجود داره. و چه زیبا در فارسی گفتن این جمله که از کوزه همان برون تراوت که در اوست. اعمال ما در واقع بیانگر حالات قلبی ما هست که هرچه عمل صالح باشه نشان دهنده صفای باطن و زیبایی ها و نورانیت قلب انسان هست. حاجی قدر خدمتتون هست. شکرم. من فرمون شما که ورودی ها را باید مواظب باشیم. اگر مواظبت نکنیم به زیغ و انحراف و بیماری قلب منتهی میشه و خروجی بد دارن. اولی که در دنیا اعمال زشت و فجیع و ناپسند از این آدم همیشه سر میزنه، دروغ، تهمت، غیبت، مال مردم خوردن، ظلم، خیانت و امثال از این چیزا، و دائما در حال اضطراب و در حال افسردگی هم خودش در دنیا رنج و عذاب میبینه، هم دیگران را عذاب میکنه و بالاترین خروجی خطرناکش هم در جهان آخرته که اون دیگه برای همیشه در رنج و عذابه. خب حالا وقتی که ایتوره چی کار بکنیم که قلب رو زنگار زدایی کنیم؟ در روایات خیلی چیزها را معرفی کردن که فعلا ما فرصتش نداریم، مجالش نیست که بحث کنیم. مثلا موعظه، آدم بره پای موعظه بشینه، پای سخنرانی بشینه، مخصوصا مجلس دینی مذهبی و مخصوصا مجلس با عظمت امام حسین علیه السلام. واقعا که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، خیلی آدما در مجلس امام حسین هدایت شدن، از بیماری قلب، از بیماری دل و جان ناگهان نجات پیدا کردن. که حالا شواهد و نمونه های زیاده که فعلا فرصتش نیست. بله. ای مجالس را، ای مواعظ را همیشه مغتنم بشماریم، استفاده کنیم تا صفای دل پیدا کنیم. و همینطور ذکر خدا، تسبیح همیشه به یاد خدا باشیم، ذکر خدا، یاد خدا و چیزهای زیادی، تفکر. چرا میگه تفکر ساعتون نمیدونم تفکر و ساعتن خیر من عبادت 70 سنه، به خاطر که صفای دل میاره هر چی آدم فکر کنه، اندیشه کنه. خلاصه عوامل زنگار زدایی قلب زیاده درست که ما بتونیم قلب خود درمان کنیم. اما یک حدیث بسیار ارزشمنده که فعلا به خاطر کمبود وقت فقط همین حدیث میخوانم. پیامبر معظم اسلام فرمود که این نهازه القلوب تست او، مردم دلها رو زنگ میگیره. بله. این زنگار ها از کجا میاد؟ از این ورودی ها میاد، از این حواس پنجگانه میاد. هر روز با چیزهایی سر و کار داریم. قیل فما جلاؤها، سوال شد یا رسول الله جلای دل با چیه؟ چگونه سیقل بزنیم؟ چگونه زنگار زدایی کنیم؟ حضرت دو چیز معرفی فرمود. قال ذکر الموت و تلاوت القرآن، یاد مرگ و تلاوت قرآن، یاد مرگ و تلاوت قرآن.
این دو چیز واقعا دل آدم را زنگار زدایی میکنه، صفا میاره. قرآن کریم میفرماید که کل من علیها فان، همه چیز فانی میشه. امیر هر لحظه یاد ما بیاریم و از اون طرف باز امی آیه قرآن میشه یاد بیاریم که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. همیشه دنبال قلب سالم باشه. خلاصه یاد مرگ خیلی معلم قویه، انسان سازه. از امام صادق علیه السلام سوال شد که شما چگونه به یه عظمت و مقام و کمال رسیدید؟ حضرت فرمود من به چهار چیز علم داشتم و می چهار چیز عمل کرده. یک از اون چهار چیز همینه، میگه که علیم تو ان آخر العهدی الموت فاستعدت تو. ما یقین داریم که آخری من مرگ، میمیرم، لذا آمادگی مرگ گرفتم. امام علی علیه السلام چقدر میفرماید که آگاه باشید که این دنیا عد برد، دنیا به شما ادبار کرده. تا زمانی که در عالم جنینیم دنیا با ما استقبال دارد، جنین عالم رحیم با ما ادبار دارد. به محضی که متولد شدیم آخرت روبروی ماست، دنیا به ما پشت میکنه. لذا هی تاکید میکنه که علا و این الیوم المزمار قدن از سباق از سبقت و الجنه و الغایت و النار. مواظب باشین، از این دنیا استفاده کنین. یاد مرگ خیلی باعث صفای دل میشه. داستان ذوالقرنین که مسافرتی در پیش گرفت و شهر به شهر و به یک از شهرها رسید، همونجا استراحتی کرد، تصمیم گرفت یک چند سباه اینجا بمانه، یک چند روز مان. چیزهای عجیب و غریب در این شهر دید. یک روز مردم جمع کرد، گفت که در این شهر شما من تعجب میکنم، چیزهایی میبینم، از شما یک سوالایی دارم. یک از سوالای من اینه که ما میبینیم که شما اصلا قاضی ندارین. قاضی یک شهر با یک کلانی یک قاضی نداشته باشه؟ مردم گفتن که ما نیاز به قاضی نداریم، قاضی برای اینه که فصل خصومت کنه، ما اصلا جنگ و دعوا نداریم. شما گفت پلیس ندارین؟ گفت پلیس نداریم، ما هم که کسی اهل جرم و جنایت داری شهر نیست. گفت میبینم دروازه هایتون شبانه بازه، میخوابین. گفت دروازه ها را آدم بسته میکنه به خاطر دوست، ما در این شهر اصلا دوست نداریم. حالا این شهر کابل ما رو ببینیم که روز روشن در میان کوچه، حتی سرک، در جلوی جمعیت مردم دوست می جیب آدم ها را خالی میکنم. خب بعد گفت که من تعجب میکنم شما در جلوی درهایتون چند تا قبرها جلوی پیش دروازهایتونه، این بخاطر چیه؟ مردم گفتن بخاطر اینه که ما هر صبح که دروازه را باز میکنیم از خانه بیرون شویم، چشم ما به این قبرها بیفته، به یاد مرگ بیفته. بعد ذوالقرنین فهمید که سر مطلب فقط در اینه که این آدم ها هر روز چون چشمش به قبرستان میفته، از اینا عبرت میگیره، به یاد مرگ میفته، دیگه میبینه که نه قاضی لازمه، نه پلیس لازمه، نه دروازه بسته کردن لازمه. پس بنابراین یاد مرگ خیلی مهمه. و دومین چیزی که باعث جلای دل میشه، صفای باطن میشه، تلاوت قرآنه، که قرآن باید بخوانیم. نوورو بیوتکم به تلاوت القرآن، که فضیل ابن عیاض شما در تاریخ میدین دیگه. یه آدمی جسوری بی‌بندباری که هر گونه جرم و جنایت مرتکب شده بود، ولی از بام کسی که میخواست وارد خانه کسی شود، جنایت مرتکب شود، و محض کمی آیه شریفه رو شنید، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. همین تلاوت قرآن یادم رو یک مرتبه منقلب کرد، از عرفای زمان در آمد. پس تلاوت قرآن رو فراموش نکنیم. انشالله در جلسات آینده بحثار مفصل و مبسوط ادامه خواهیم. با امید خدا. تشکر میکنم از آقای رضوانی عزیز. بینندگان محترم، از همراهیتان سپاسگزار هستم. امیدوار هستیم که مطالبی که در این برنامه گفته شد سبب شده باشه تا معرفت و بینش و بصیرت ما نسبت به معارف اسلامی افزایش پیدا کرده باشه. انشاءالله در همه فعالیت از زندگیتان موفق و کامیاب باشین. به اتفاق مهمان ارجمند از خدمتتان مرخص میشیم. خدا نگهدار شما باشه.